خب من خیلی هیجان زدم امروز پیش شما. قبلا چند جای مختلف کشورهای مختلف تدکس صحبت کردم، ولی این یه دونه خیلی خاصه برای من چون تو تهران خودمونه. من میخوام این لحظه رو واسه همیشه واسه خودم نگه دارم. موافقین با هم یه سلفی بگیریم؟ ای بابا باز چه گوشیم تموم شد. این تجربه تلخ هممون داریم، اون لحظه ای که لازم داریم گوشیمونو با تیش تموم شده. چقدر من الان آرزو میکردم به جای این جی پی اسی که تو گوشیم الان لازمش ندارم یه باتری بزرگتر داشتم. حیف الان نمیشه و من دیگه هیچ وقت نمیتونم از تدکس تهرانم عکس داشته باشم، سلفی داشته باشم. یادتون میاد قبلا ما میخواستیم بریم گوشی بخریم، چقدر هیجان انگیزتر بود؟ میرفتیم مقایسهشو میکردیم، این دوربینش از اون بهتره، این صفحش از اون بهتره، این رنگش اینه، این اونه. الان چی؟ همه گوشیامون اینه هم شدن. تنها تفاوتی که میکنه هر سال گوشیامون نازکتر و نازکتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم واسه اینکه گوشیامونو یه ذره شخصی تر کنیم، مال خودمون بکنیم، اینه که بین رنگ سیاه و سفید تصمیم بگیریم. خب حالا این یه چیزی بود که من میتونستم باهاش زندگی بکنم. اوکی بود. بعدا من یه چیزی شنیدم، یه ساعت‌های هوشمندی دارن میان بیرون. خب حالا تصور کنین همه ماها چند سال دیگه میخوایم یه نوع ساعت بپوشیم، همش یه رنگ، همش یه شکل. میخوایم بریم جلسه کاری داریم، همون ساعتی رو میپوشیم که داریم میریم ورزش بکنیم. این یکی دیگه منو داشت یه ذره اذیت میکرد. چند نفر از شما راجع به ساعت هوشمند شنیدین؟ همتون. خیلی هم. چند نفر از شما یه ساعت هوشمند دارین؟ یه تعداد خوبی، فکر کنم 10-20 نفر. دو سه سال دیگه این تعداد خیلی بیشتر خواهد شد. ساعت هوشمند یه بخشی از یه زیرمجموعه از یه گروه بزرگتری از تکنولوژی به نام تکنولوژی‌های پوشیدنی. تکنولوژی‌های پوشیدنی سه تا نوع دارن. یکی دستبندهای سلامتی یا فیتنس ترکران که در واقع میان در طول روز مقدار حرکت ما، مقدار دویدن ما، مقدار تحرک ما و کالری‌هایی که می‌سوزونیم رو می‌شمارن. هدف این وسایل اینه که به ما انگیزه بدن بیشتر تحرک کنیم، سلامت‌تر باشیم. از هر 10 نفر توی آمریکا یک نفر یه دستبند سلامتی داره. حالا آرزوی من این شرکت‌ها بتونن یه دستبندی بسازن که ورزش هم واسه ما انجام بده. نوع دوم این تکنولوژی‌های پوشیدنی این صفحه نمایشایی هستند که روی چشمون میتونیم بذاریم. که از این شروع شد و به این رسید. گوگل گلاس. این دستگاه‌ها به ما کمک می‌کنن نمایش اطلاعات اطرافمون رو جلوی چشمون نمایش بدن. مثلا میتونی یکی از این دستگاه‌ها رو داشته باشین بین یک کشوری که زبونش رو نمی‌دونین، این میتونه تابلوها و علائم رو نگاه بکنه، برای شما ترجمه کنه و جلو چشتون نشون بده. خیلی خوبه نه؟ و نوع سوم، ساعت‌های هوشمند. حالا ساعت هوشمند چیه؟ اصلا چه جوری میتونه به درد ما بخوره؟ چه جوری میتونه به ما کمک کنه؟ ما هر روز 125 بار به طور میانگین گوشیمون رو از جیبمون در میاریم نگاه می‌کنیم. 125 بار. ساعت‌های هوشمند به ما کمک می‌کنن که صرفاً با یه نگاه کردن بفهمیم چه پیامکی اومده، چه ایمیلی اومده و کمک کنه اطلاعات مهم رو از غیر مهم جدا کنه. ما خیلی وقتا می‌خوایم فرار کنیم از این اس ام اس تبلیغاتیایی که میاد، گوشیمون رو سایلنت می‌کنیم، می‌خوایم بریم کار کنیم. یه کسی که با ما خیلی کار مهمی داره زنگ می‌زنه و ما اینو از دست میدیم. یه ساعت هوشمند به ما کمک می‌کنه که این اطلاعات رو از هم جدا کنیم، فیلتر کنیم و به اطلاعات مهممون برسیم. استفاده دوم، ساعت‌های هوشمند به ما کمک می‌کنن کنترل کنیم گوشیمونو. مثلا می‌تونیم موسیقیمونو باهاش کنترل کنیم. حالا شما فرض کنید تو مترو این شلوغ هم هست، دو تا هم کیسه دستتونه، حالا می‌خواید موسیقیتون هم عوض کنید. نمیشه. ساعت هوشمند به ما کمک می‌کنه با یه تکون دادنش بتونیم بریم آهنگ بعدی. و در واقع سومین نیاز به ساعت‌های هوشمند. اینا می‌تونن اطلاعات به ما بدن از بدن خودمون، از محیط اطراف خودمون. ضربان قلبمون رو به ما بدن، دمای اطراف رو بدن، آلودگی هوا رو به ما بگن. شاید چند سال دیگه بتونن این ساعت‌های هوشمند به بیماری‌های دیابتی کمک کنن که قند خونشون رو در طول روز کنترل کنن بدون نیاز به برداشتن نمونه خون. یا چند وقت دیگه شاید بتونن به بیماری‌های قلبی عروقی کمک کنن که بتونن ریتم قلبیشون رو کنترل کنن و اگه بد بود مستقیم به دکترشون بفرسته. حالا من یه دونه از این ساعت هوشمندا داشتم، یه دونه کارت بانکی داشتم. این کارت بانکی میتونست برای من خرید بدون تماس رو انجام بده. من میرفتم تو مترو، میرفتم تو اتوبوس
و میتونستم با تماس این کارتم بلیت بخرم و برم جلو. خب این خوب بود و یه ذره سخت بود هر دفعه من از جیبم در بیارم و بزنم، کلا آدم راحت طلبیم. کاری که کردم این کارت رو بریدم، چسبوندم به ساعتم و ساعت من یه ساعت هوشمندی شد که پرداخت هم میتونست انجام بده. من میرفتم توی مترو رد میشدم، ساعت هم میزدم میرفتم تو و همین راحتی. این اگه من از اول یه ساعتی داشتم که میتونست بندش برای من شخصی سازی بشه، بندش برای من این کارت بانکی توش بود، مشکل من حل میشد. ولی مجبور شدم خودم هکش کنم، درستش کنم. من یه محقق و یه دانشجو هستم توی امپریال کالج لندن. کار من رابطهای کاربری بین آدم‌ها و کامپیوتره. چند سال پیش یه چیزی اختراع کرده بودم که میتونست از روی مچ دست حرکات انگشتا و مچ دست رو بفهمه. مثلا میتونستین به آهنگ گوش کنین، برین آهنگ بعدی یا صدای آهنگو کم و زیاد بکنین. خب این خیلی جالب بود، ولی من به جای اینکه مستقیم برم و یه محصول طراحی کنم، رفتم از کلی آدمو پرسیدم. شما اگه بخواین یه دستبند هوشمند بخرین و استفاده کنین، چه چیزایی لازم دارین توش؟ چیزی که من متوجه شدم اینه که کلی سنسور و کلی قابلیت هست که توی ساعت هوشمند یا دستبند هوشمند میتونه وجود داشته باشه. از ضربان قلب و میکروفون و دمای اطراف و مقدار تعریق شما و برای بیماری‌های مختلف گرفته تا استفاده‌های سنتی. فقط یه مشکل هست. ساعت خیلی کوچیکه. توش همه اینا جا نمیشه. ماهام نیازهای مختلف داریم، زندگی‌های مختلف داریم. کاری که برندهای مختلف میان انجام میدن اینه که میان دو تا سه تا از اینا رو انتخاب میکنن، دو سه تا از این سنسورها و قابلیت‌ها رو و میذارن داخل دستگاهشون. مصرف کننده نهایی مجبور میشه صرف نظر کنه از اون یکی دو تا قابلیتی که دوست داشته و نمیتونه اونا رو داشته باشه. من خیلی گم شده بودم. من خیلی هیجان زده بودم، میخواستم بهترین ساعت هوشمند دنیا رو بسازم و داشتم دنبال این قابلیت‌ها میگشتم. تا که یه روز تهران بودم، دو سال پیش تقریبا همین موقع‌ها، و ایده یه ساعت هوشمند ماژولار به ذهنم رسید. یعنی چی؟ یعنی یه ساعت هوشمندی که هر بند کوچیکش یه سنسوره، یه قابلیته. شما میتونین واسه خودتون ساعتتون رو بسازین. یه صفحه نمایش دایره‌ای انتخاب کنین، سه تا باهاش باتری اضافه کنین، یه جی پی اس، یه دونه کارت بانکتون، یه دونه کارت ورودتون به دانشگاه. رنگ و جنس روش هم انتخاب بکنین و یه ساعت برای خودتون بسازین. و دو سال پیش یه شرکتی رو تأسیس کردم تو لندن به نام بلاکس. خب از دو سال پیش با یه ذره پشت کار، با یه ذره شانس خیلی موفق بودیم فکر میکنم. الان یه تیم 25 نفره جمع شده توی لندن. بعضی هاشون قبلا گوگل کار کردن، آی بی ام کار کردن و دارن روی این پروژه کار میکنن. ما توی کلی از رسانه‌های بزرگ دنیا مطرح شدیم، توی تلگراف و گاردین و فوربز و بی بی سی. جایزه گرفتیم از شرکت‌های بزرگ مثل اینتل، مثل شهرداری لندن، مثل انجمن مد انگلستان و حتی بعضی وقتا شاید تونسته باشم یه چیزی هم به ایران اضافه کرده باشم. مثلا توی مجله فوربس که مجله معتبر اقتصادی دنیاست، یه تحلیلی نوشته بودن از اینکه چطوری یه کارآفرین ایرانی تونسته به رقابت با اپل واچ برخیزه و حتی توی مجله‌های دیگه‌ای هم راجع به این ایرانی بودن مطرح شده بود. و خب من
سنم کمه، من 22 سالمه. اون موقعی که بلاگز رو شروع کردم اون موقعی که بلاگز رو شروع کردم 19 20 سالم بود. خب خیلی خوشحال بودم، هیجان زده بودم، میرفتم با گوگل جلسه داشتم، با رئیس اینتل جلسه داشتم، جاهای مختلف دنیا میرفتم، از تجربه‌ام حرف میزدم، از کارهایی که داشتم حرف میزدم و خب خیلی حس خوبی بود. بعضی وقتا حتی میشد که با آدمای خیلی بزرگی بتونم حرف بزنم، مثلا با آقای استیو وازنیاک عزیز که با استیو جابز اپل رو شروع کردن صحبت‌های زیادی داشتیم، از بلاگز خیلی خوششون میاد. دو ماه پیش که اولین نمونه این ساعت ساخته شد، یکشو دارم الان میپوشم من، ما شروع کردیم، میخواستیم بازار رو بسنجیم. این رو گذاشتیم برای پیش فروش. فکر میکردیم حدوداً 250 هزار دلار میتونیم در بیاریم. ولی خب خیلی خوب بود، توی یک ماه ما 1 میلیون 600 هزار دلار پیش فروش کردیم بلاکس رو. و فقط توی یک ماه بالای 5000 عدد از ساعت بلاکس رو تونستیم پیش فروش کنیم. و خب این پارادایم جدید، این تغییر پارادایم جدید به سمت تکنولوژی‌هایی که شخصی‌ترن برای ما، به سمت تکنولوژی‌هایی که ما میتونیم باهاشون بازی کنیم، میتونیم برای خودمون بکنیم، داره بزرگتر و بزرگتر میشه. گوگل هم داره روی یک تلفن همراه ماژولار کار میکنه به نام پروژه آرا که شما میتونید برای خودتون شخصی سازی کنید. شرکت‌های دیگه‌ای هم دارن روی محصولات دیگه ماژولار دارن کار میکنن. برگردیم به اول سشن که من می‌خواستم یه سلفی بگیرم ولی نمی‌شد. اگه این تلفن همراه هوشمند گوگل بود، من این کارو می‌تونستم شاید انجام بدم. همین اتفاق با یه ساعت هوشمند ماژولار هم می‌تونه اتفاق بیفته. هر کدوم این بندای کوچیک می‌تونه بره یک نیاز کوچیک یا بزرگی یه آدمی رو برطرف کنه. شاید با یه بند کوچیک ما بتونیم یه کسی که یک بیماری خاصی داره یا یک نیاز خاصی داره براش اونو فراهم کنیم، چیزی که شاید توی هیچ ساعت هوشمند دیگه وجود نداشته باشه. من اون اولش که می‌خواستم یه محصول درست کنم، مستقیم نرفتم یه محصول طراحی کنم. رفتم صحبت کردم، به محصول به مصرف کننده نهایی فکر کردم و به جای اینکه یک چیز درست کنم، یک پلتفرم درست کردم، یه اکوسیستمی درست کردم که قابلیت انعطاف داشته باشه برای نیاز آدم‌های مختلف. ایده‌ای که من می‌خوام امروز برای شما بذارم اینه که دفعه بعد که می‌خواید یه سیستمی طراحی کنین، یه محصولی طراحی کنین، به تفاوت‌های فردی افراد توجه کنین و بدونین که آدمای مختلف آرزوهای مختلف دارن، نیازهای مختلف دارن که با هم فرق میکنه، که با ما فرق میکنه و برای اونا یه چیزی رو درست بکنیم. حالا برگردیم، اون اول من یک شوخی کردم، هنوز با چیه گوشیم یک کوچولو داره، میتونیم سلفیمون رو الان بگیریم. خیلی ممنونم.